ببخشید این چقدر میارزه؟ مال خودتونه؟ چطور فکر کردین دزدیدمش؟ دزدیده باشینم به کارتون زدین مفت نمیارزه. ببخشید شما طلا قبول میکنی؟ من تو کار طلا نیستم خانم. منم نمیخوام بفروشم، گرو بردارین، هر موقع داشتم پس میگیرم. چقدر میخوای؟ هرچی بیشتر بهتر. میدونه دو فهمی اسمتون؟ نازنین. خیلی ممنون. بشماریدش بابت چه امضا دادی؟ وقتی اعتماد کردین یه شماره دن نمیخوام. بار اولی نبود که میومدی، ولی این دفعه طوری برگشتی که مجبور شدم نگاهت کنم. میتونم پشت شیشتون یه آگهی بچسبونم؟ فقط شعار سیاسی نباشه. نه نه، آگهی تدریس خصوصیه. دنبال کار میگردین؟ بله، اگه مشتری چیزی پیدا شد یه خورده از کارم تعریف کنید، اینجوری زودتر میتونم طلبتون رو بدم. عجله نیست. خیلی ممنون. معلوم بود کار به استخون رسیده، اما ضعف نشون نمیدادی. موقع کمک کردن به بیچاره خوشحال میشدم از اینکه جای اونو نیستم، اما تو بیچاره نبودی. آگهی که شما دادین بعید میدونم. چطور؟ خب ببین بقیه چجوری آگهی دادن؟ نه نه، تضمین قبولی در 10 جلسه. انگلیسی را فشرده بیاموزیم. تضمینی قبولی 100% است. تضمین شده. شهریه بعد از قبولی. اونا دروغ میگن، آموزش که تضمینی نمیشه. منم میدونم دروغ میگن، اما دروغ گفتن بهتر از گشنگی، نه؟ شما هم اینجوری کاسبی میکنی؟ شاید
حداقلش اینه که کارمون به جلو گذاشتن نمیکشه. چرا آزارت دادم؟ چون میخواستی من یاد گذاشتن بندازی؟ چرا پشیمون شدم؟ چون میخواستم انتقام حقارت هم از تو بگیرم؟ سلام، لطفاً پیغام بگذاریم. متشکرم. سلام، تخیمیم، عتیق فروش. راستش نمیدونم چی باید بگم، فقط خواستم بدونید من به بدی حرفایی که میزنم نیستم. خدا حافظ. سلام. خبری نشد؟ چرا؟ یه نفر پیدا شده. کی؟ خودم. حاضرین به من درس بدین؟ خواهیم جبران کنی؟ فراموشش کنی، همین که زنگ زدین کافیه. معلومه خیلی به خودتون مسلطین. چطور؟ نه اعتراض میکنید، نه چونه میزنید. معلومه خیلی زیر نظر بودم. حتی دارم محکم به هم نمیکنید تا دلتو خنک شه. دیدم فایده نداره، با این چیزا دلم خنک نمیشه. از اینا گذشته، اگه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ چی؟ دلم برات سوخت. چرا؟ حس کردم سر جای خودت نیستی. از کجا فهمیدی؟ از رفتارت حس زدم، ولی پیغامت مطمئنم کرد. کاش اشتباه کرده بودی. فقط بدون تقصیر کسی نیست. چی؟ این که من جنسامو گرو بذارم و تو بردار. میدونم، ولی جای دیگه نبرشون. هیچ کس به اندازه من بابت اینا پول نمیده. کس بابت این چیزا اصلا پول نمیده. ببین، من یه پسرم میدارم که خیلی وضعش خوبه. 30 سالشه، 10 سال داره زبان میخونه. هر 6 ماه یه بار معلمشو عوض میکنه. اگه صلاح بدونی با اون درمیون بذارم. اگه درست شد 6 ماه تأمینی. ببین، فقط سعی نکن که چیزی بهش یاد بدی. اون خنگ‌ترین آدمی که دارو دیدم. چه میدونم، حالا اگرم نشد مهم نیست، یه کارش میکنم. دیدم با اون آیه‌ای غلط انداز کسی به زنگ نمیزنه. گفتم خودم یه فکری وارد بکنم. هنوز هم کنایه میزنی آقای فخیمی؟ ولی به من اثر نداره، چون به بعدی حرفایی که میزنی نیستی. نمیدونستم با چشمای مهربونی که شرمسار و مستقیم نگاه میکنه چه باید کرد.
چرا این کار کردی؟ بکنم خوشحال میشی. من که بهت گفته بودم نمیخوام به هر قیمتی از این وضع دارم. اون آگهی فقط مشتری رو فراری میده، همین. خوشبختانه همین پسر عمت هست. پس چرا اونو رد نمی کنی؟ من به اون مثل بقیه درسونم، اگه یاد نمیگیره مشکل خودشه. البته خیلی هم از پسردش بابت محبتش ممنونم. من اینو نگفتم که تو اونو بگی. نه فقط میخواستم بدونی لطفت یادم نرفته. بدهی من تو. حالا تو داری انتقام میگیری؟ چه انتقامی؟ من فقط دارم. هیچ وقت کسی رو تأخیر نکن. من سالهاست که خودم تو همین مخمصه. آره راست میگی، شاید جای من اینجا نباشه، اما برای رسیدن به همینجا کلی بدبختی کشیدم. من که گفتم دلم برات سوخت. دلسوزی هم یه جور انتقامه، یه انتقام شیک. من گفتم بدهیمو پس بدم، ولی از یه چیز مطمئنم. چی؟ اینکه تو بد جوری داری اذیت میشی. چطور؟ هم داری از خودت انتقام میگیری، هم از دنیا. شاید حق با تو باشه. قبل از اینکه تو بیاد داشتم این چیزی میخوندم، مضمونش این بود که نیرویی هستم که میخواد بدی و زشتی کنه، اما در عمل نیکی و خوبی به بار میاد. البته در مورد من قضیهش روز برعکسه. چی میخوندی؟ همینجاست تو کشو. خیلی آدم عجیبی هستی، اصلا باورم نمیشه که اهل این حرفا باشن. آره خب چند تا عتیق فروش میشناسی که از اینا بخونه؟ این هم یکی از همون عادتهای مزخرف قدیم همی که با هم میاد. خب یعنی یه خوردهشو داری؟ دنبال باقیش میگردی؟ شاید از اونهای دیگه خوشت نیاد. این یکیش که خیلی خوبه. یه چیزی بگم؟ البته اگه نگی داری نصیحت میکنی. بگو. مهم نیست کی هستی و چی کاره ای، تو هر وضعیتی که باشی محبت وظیفته. نصیحتت خوبه، فقط یه خود کهنه است. از عتیقای دورورت که کهنه تر نیست. میدونی اگه این حرفا رو 20 سال پیش میشنیدم گفتم چه جالب، تحت تاثیر قرار گرفتم، اصلا متحول شدم. شاید اگه 20 سال پیش میشنیدی سر از اینجا در نمی آوردی. اینجا قصهش طولانیه، شاید یه روز برات گفتم. پس تا اون روز یه خورده به حرفان فکر کن. خداحافظ. نمیخواستم بدونه کی هستم و به چی فکر میکنم، حالا میخواستم بدونم اون کیه. درباره خودت چیزایی به من گفته بودی، اما من کسی نبودم که چیزی رو ندیده باور کنم. این روزا وضعش خوب شده، خوشحاله، دیگه دلواپس هم نیست، حتی درآمدش هم بهتر شده. گفتم حتما یه اتفاق خوبی براش افتاده. دست به درد نکن.
میگم امنون چقدر چند وقت با شما زندگی میکنه؟ یه 7-8 سالی میشه از وقتی اماش انداختنش بیرون. چرا؟ بزرگ شده بود دیگه نمیخواست کلفتشون باشه. چیزی از من به شما نگفته بود؟ چرا؟ اون شما رو خیلی دوست داره. شما مگه حرفی داریم بگیم، من حتما بهش میگم. میگم واقعا شما میخواید باش ازدواج کنی؟ بله. اگه این کارو کنی نجاتش دادی. از چی؟ از همه چی. حقیقتش این دختر اینجایی نیست، خلقش اشرافیه. اگه خانوادش در و پیکر داشت حالا از خودش کسی بود. شما چی کارین؟ کارت چیه؟ مغازه دارم. بکرم بهتون گفته. چرا؟ گفته بود. خواستم از خودت بشنوم. خرج شما رو هم اون میده؟ اگه مریض نشده بودم بارم رو دوشش نمیافتاد. حالا که نمیتونم کمکش باشم، دلم میخواد سربارش هم نباشم. اگه اون بره تنهایی چی کار کنی؟ مهم اینه که زندگی اون خوب باشه، بقیهش دیگه مهم نیست. میخوای اتاقشو ببینی؟ راستی این چیزا که بهت گفتم و بروش نیاری ها، دختر مغروریه. دیدی یه دفعه زد زیر همه چی. پس تو هم بهش نگو من دیدی. خب چرا با خودش نیومدی؟ تا اینجا اومدی دنبالش؟ نه، میخواستی ببینی راست میگم. چیل باشه؟ چی کار میکنی؟ نه نمیخواد، لازم نیست. لازم نیست، نمیخواد. هدیه یه پس نمیدن. دختر خوبیه مگه نه؟ چرا باهاش اینجوری حرف زدم؟ یه باش پول ریختم جلوش که بخیلی راحت تحقیرش کنم؟ مگه بدبختیش تقصیر خودشه؟ آخر خوندمش. چیو؟ هم کتابی که خودت میخوندی. چه دفعه؟ دیدم داری میخونیش، حسودیم شد. خب همینو به همین داشتی.
نه دیگه، کلی جمله شاهکار از توش در آوردم. یکیش همون که خودت گفتی. راستی از این پسر عمه زبانشناس ما چه خبر؟ خوبه. عزیزتی نمی کنه؟ نه، همونقدر که خنگه خوش حسابم از خدا رو شد. فقط یه خورده هیزه که اونم اومدم گردن بندم از گیرو دارم. تعارفت نمی کنم که بهت بر نخوره. کار خوبی میکنی. حالا یه چیزی هم من برای تو دارم. این چیه؟ بازش کن، نترس، نیشت نمیزنه. این به چه مناسبته؟ فکر کن هدیه نامزدی. نامزدی بعد خواستگاریه نه؟ گفتم خب شاید اینطوری بهتر باشه. ولی تو که هنوز جواب من نشنیدی. خب حالا میشنوم. من باید فکر کنم. خب فکر کن. اینجوری نمیشه، من عادت دارم وقتی فکر میکنم قدم میزنم. همینجا قدم میزن. به اون سرده. عجله نکن، بذار یکم فکرام بکنم. مهربونی تو شور جوانی داشت و عطوفت من حسابگری میان سالی. میخواستم عاشق بودن تو و مالک بودن خودم رو یک جا ببینم که دیدم. میخوای بدونی من کیم، کجا زندگی میکنم؟ گفتم که نه، مهم نیست. ولی من بهت میگم، من با داییم زندگی میکنم. اونم حال اوضاع خوبی نداره، خیلی مریضه بنده خدا. وضع مالیمونم خوب نیست، یعنی اصلا خوب نیست. گفتم که نه، برام مهم نیست. پس چی برات مهمه؟ تو نبودی میگفتی تو هر وضعیتی که هستی محبت کردن وظیفته؟ خب آره. خیلی خب، وظیفه منم هست مگه نه؟ نمیخوای چیزی بگی؟ نمیخوام با حرف زدن خرابش کنم. یه حرف میزنی؟ چی میخوای بشنوی؟ در مورد من چیزی نمیخوای بدونی؟ سب میکنم سر موقعش خودت بهم بگی. به نظرت الان موقعشه؟ شاید. سلام. ببین اینجا و یه خونه سهم منه، طبق وصیت بابا. خدا رحمتش کن. نه موزه زنده است. اینا رو به این داده که بیشتر از ازش نخواه. تو هم لابد کسی رو نداری و... آره دیگه، میدونی بقیهش هم که حرفای تکراریه. تازه اگه بدونی میخوام زن بگیرم بیشتر از اینو بهم میده. بنده خدا دلت میاد راجع بابات اینجوری بگی؟ آره، این تازه نصف حقشه.
خیلی خوب، این از من. حالا تو نمیخوای چیز به من بگی؟ یه رازی هست. چی؟ یه عکسی بزن. از شوهر سابقه بچه داری؟ نه دیگه، در این حد یه حدث دیگه بزن. خب حدثم نمیاد، خودت بگو. اصلا یه روز مغازت رو تعطیل کنم میبرم به نشونت میدم. دارم از زودی دیگه بکنم. خوش همین الان بریم. الان؟ آره دیگه. تو جایی رو داری با خودت خلوت کنی؟ اصلا خلوتی ندارم. خوب نگاه کن، اینجا حیات خلوت من. چرا اینجا؟ تو این شهر این همه جا هست. نگاه کن، دوباره سنگش رو شکستم. عجب، این همه راه میان برای شکستن یک سنگ؟ من همیشه اینجوری نبودم. دو سه دفعه چیزی نمونده بود که خودم راحت کنم. میدونی چی کمکم کرد؟ چشم های دیوار، چشم های دریچه، چشم های در، چشم های آب، چشم های نسیم، چشم های کوه، چشم های خیر و چشم های شر، چشم های رشک، چشم های نگرانی، چشم های عشق، بهت زده در ما می نگرند. نه از آن رو که تو را دوست می‌دارم من، از آن رو که تو مرا دوست می‌داری. یه تو؟ چطوره؟ خوبه؟ اینجا برای دو نفر کافیه؟ برای بیشتر از دو نفرم کافیه. بی‌اعتنایی دیوونم میکرد. ازدواج ساده، رفتار ساده، انتخابای ساده. حس می کردم سادگی مانع تسلط منه. حسرت با اون جنگید.
کتابات همین هست؟ بقیهش رو انباره. چرا این همه جا هست اینجا؟ جلوی چشمانم شروع اترم اینجوری اذیت هم میکنه. تو که هنوز مغازه هم میری کتاب میبری با خوده. چرا سوار پیش میکنی آدمو؟ باش دیگه نمیپرسم عزیزم. سوال دیگه هم هست که بخواهم بپرسی؟ مثلا چی؟ مثلا اینکه با کسی دیگه ای بودم یا نه نمیدونم. من چیزی نپرسیدم، چیزی هم نمیخوام بدونم، چون راستش برام مهم نیست. سوال نمیکنی که سوال نکنن؟ شاید. خوشحال نیستی که اینجایی؟ خوشحالم که پیش تو هم. از چیزی عصبانی نمیشدی و این عصبانی ترم میکرد. میخواستی بدونم چقدر دوستم داری و میخواستم ببینی که از تو بالاترم و دوباره شکست خوردم. آره. ساعت چنده؟ تا صبح خیلی مونده. چی رو نگاه میکنی؟ تو رو. چرا از اونجا؟ آخه از اینجا بهتر میبینمت. از چی خوابت نمیبره؟ فکر کنم از خوشبختی باشه. شوخی نکن. جدی میگم. چند شبه میشین اونجا من دید میزنی؟ یه 3-4 شبه میشه. یعنی میشی من نگاه میکنی؟ گاهی هم میرم تو فکر و یه شعری هم زمزمه میکنم. میشه برای منم بخونی؟ آره. شبهای دم گرفته طوفانی زیبایی غریب غمینی داشت، چون ترمه‌های کهنه ایرانی تابوت سینش تهی از دل بود. یخ بسته بود جوی نگاه او، گویی که سایه‌های فراموشان ماسیده بود بدتر راه او. آن شب درید سینه مردی را، مردی که شادمانیش از غم بود، مردی که در به در پی خود میگشت، مردی که قفلبان جهنم بود. میتونم اینجا هم ببینم؟ اونجا انبار ماست، در واقع همین جسه که اینجا هست اونجا هم هست. ببخشید. بله. اون رو سه برونزه؟ کدوم؟ فرهاد. بله بله، اون از برونزش به کار رفته. آقا ببخشید اگه کارتون ضروری نیست میشه بعداً تشریف بیارین؟ آقای فخیمی ما که مزاحم نیستیم. اختیار دارین آقای سلیمی، شما از مشتری خوب ما هستید. مشکلی که پیش اومده من عذرخواهی میکنم. مرسی آقا. عذرخواهی میکنم. این کارا یعنی چی خانم؟ کاری نداشتن که، همجاز داشتن میچرخیدن. مشتری هن دیگه. حالا چی کار داری؟ تعطیل کن، میخوام ببرم یه جای خوب. تعطیل کنم؟ آره. این مناسبت امروز چیه؟ هیچی، خواستم اول وسط عتیقا بکشمت بیرون.
الان میخوام یه چیز قشنگ برات بخونم کیف کنیم. گوش میکنی؟ نزدیک شو اگر چه نگاهت ممنوع است، زنجیره اشاره چنان از هم پاشیده است که حلقه های نگاه در هم قرار نمیگیرند. دنیا نشانه های ما را در حول و حوش غفلت خود دیده است و چشم پوشیده است. نزدیک شو اگر چه حضورت ممنوع. من انتخاب کردم، تو هم انتخاب کن. چی؟ تا شب که نمیشه اینجا نشست شعر خون که؟ کاری داری؟ خبر مغازه. تو از چیزی ناراحتی؟ نه، اما این یکی جام شعر بخونم بقیه تماشا کنم خب عصبی میکنم. خب بهم میگفتی ترسم میتون بر بخوره. نه ترس، بهم بر نمیخوره. فکر کردم خوشت میاد. یه وقت خوشم میاد دوره خریه. نمیشه دوباره یه خورده خرشی؟ حالا دیگه نوم از شما هاست. یه خورده که بزرگتر بشی این چیزا رو میفهم. برای اولی بود که احساس کردم شکست خوردی. اولین بار بود که ناتوانیت رو به چشم میدیدم. این دفعه رو صندلی نبودی؟ خواستم یه خورده ازت دور باشم. تازه شروع کردی؟ معلومه. چی شد که سیگاری شدی؟ رفیق بعد تو دردت چیه؟ دردم؟ آره حس میکنم یه چیزی هست من نمیدونم. شاید مال الان نیست. خب دیگه همین انگار داری از دست خود در میری. چه
چه فرقی میکنه؟ از دست که در نمیره. اون که نمیتونی. خیلی نگرانتم. چیزی هست که من باید بدونم؟ تو از چی میترسی؟ میترسم آخرش شبیه یکی از همونه بشی که میفروشی. خیلی بی‌انصافی. فکر میکنم هیچ وقت در مورد من اینجوری حرف بزنی. خدا فرها چرا هیچی بهم نگفتی؟ واجبه چی؟ اینکه قبلا می نوشتی خب که چی؟ خیلی مهمه. آره من یا تو؟ راستی واسه مهم نیست یا داری ادا در میاری؟ اگه ادا در میاردم که نمینداختمش تو زیر زمین. اگه ادامه میدادید شاید الان دیرتر پشیمون میشدم. ولی قصت خیلی خوب بود. شرم بود. از رو دست پیرا می نوشتم. ایف ایف. چرا ولش کردی؟ دیدم خیلی مزخرفیه. پولم توش در نمیاد. الان پول داری مگه نه؟ خب پس اگه پول داری میتونی یه خورده خرج خونه رو بیشتر کنی؟ تو هم میتونی یه خورده از خرج اضافیت بزنی. تازه میتونی سر کارم بری. هر کاری غیر از معلمی. کسی که رنج‌هایم را به یادم می‌آورد خودش هم باید سهمی از آن بردارد. همه مردان مثل هم هستند، فقط چهره‌هایشان با هم فرق می‌کنند تا بتوانید آنان را از هم تشخیص بدهید. ولی امید با همه مردا فرق. اگر از مغز زن و مرد امارای بگیرن مشخص میشود که مغز زنان برای حرف زدن به شدت مردان روزانه 2000 تا 4000 کلمه حرف میزنن، ولی زنان با توجه به ویژگی مغز خود میتوانند روزانه 6000 تا 8000 کلمه حرف بزنن. تجسم کنید وضع حال یک مرد شاغل را که تا بعد از ظهر ظرفیت حرف زدنش تمام میشود، بعد به خانهاش میرود جایی که زنش از 4000 تا 5000 کلمه حرف زدن دارد. تلفون نخور عزیزم، کجاش خنده داره؟ ببین 4000 باید زنم. اگه زنم بگیر دوست داری قرار تو باش برم هستم. گفتم که نه بابا، من میگه داری آمد زندگی کنی. سلام. خوش اومدی. قربون شما، کارتون مرکه بود. تو رو خدا. من که خیلی دوست داشتم. مرسی ممنون. البته اون صندلی خالی چیز دیگه بود. خب بله البته. اون شاید به خاطر اینکه متنش یکی دیگه نوشته بود. منم اونو بیشتر شاید. دوست. شاید هم به خاطر این بوده. من خودم اونو بیشتر دوست دارم. واقعا یه لحظه من شوهرم اینجاست. فرهاد جان یه دقیقه بیا. سلام.
سلام. شوهرم آقای ربیعی کارگردان تئاتر. خیلی خوشبختم. شما تا دوست دارین یا به اصرار خانمتون تشریف آوردین؟ هر کی بیاد هر دوشه. بهتون میاد زیاد تا دیده باشین؟ نه اتفاقا. فراد قبلا قصه می نوشته، چاپم شده. آچه عالی. شاید به خاطر همینی که نمایش ما به مزاقتون خوش نیومده. هنوزم می نویسین؟ من ادبیات فروشم. خیلی وقت دیگه این کارو نمی کنم. یه جوری میگن این کارو انگار نویسن دیگه، خلافه. من دیگه باید برم، ببخشید با اجازتون عجله دارم یه خورده. خوشحال شدم دیدنتون. خیلی ممنون. به امید دیدار. خداحافظ. خدا نگهدار. خیلی چیزی شده؟ نه. بس هم دوت کلمه حرف ناراحتی؟ دیگه ناراحت نیستم. اصلا این مسئله اینقدر مهم نیست که تو ناراحت بشی براش. گفتم که اصلا ناراحت نیستم. اگه اشکال نشوشه فقط میرم بخوابم. میخواستم در نظر تو معمایی باشم غریب. معمایی که برای حل کردنش تا ابد کنارم بمونی. من دارم میرم. یه دقیقه صبر کن. چیه؟ کارت دارم. ازم بلخوری؟ نه دیگه، ولی از امروز میخوام بگردم دنبال کار. کار؟ کجا؟ بهش فکر نکردم. خیلی خوب، بیش خودم. عوضش تو شب همش با همین. من که از اون کارا سر در نمیارم. خدا به دیات میده. از سر میدی نه؟ نمیدونم، حالا بذار فکرامو بکنم. خدافظ. مثل یه پرنده تو قفس من افتاده بودی. داشتم تو رو بیکی از جنس های همون مغازه تبدیل میکردم. اون وقت برای همیشه قدرامو میدونستی. اما همه چیز عوض شد. سلام، ببخش. ببین خیلی واقعا ممنون ازت. خیلی شرمنده خودم. خب من هرچی که میخوام هست.
فکر نمی‌کنی فر اشتباه کردی؟ ها؟ اگه من بودم گلشو نمی‌خوردم. اون منو گول نزد. پس چی؟ بهت که گفتم اول یه بار اومد ازم پرسید. حتی گفت واسه چی میخواد. چه فرقی میکنه؟ واسه من فرق میکنه، گفت واسه نمایشش لازم داره. بله، تو هم هر چی که دلش خواست گذاشتی برده ببر، ها؟ فهمیده این کارو نیستی؟ بعد از اون چک میگرفتی؟ الان چی شده مگه؟ هیچی، برای اینا زحمت نکشی که دلت بسوزه. چه رزینه؟ شاید اشتباه کرده باشم که به نظر خودم نگردم. بله کنم آقای یه نفر تو زیر دارم. منو به اشتباه انداختی، فکر کردم با همین رفتار بتونم تو رو پیش خودم نگه دارم. من دارم میرم بازار، داره دیرم میشه. من امروز نمیرم مغازه. یعنی چی؟ شاید دیگه اصلا نیومدم. یه بازی جدیده نه؟ نه بازی نیست، من اگه اونجا نیام بهتره. من نگفتم به تو اونجا نیا، فقط گفتم مراقب کارات باش، همین. یادمه چی گفتی، اما من به درد اونجا نمیخورم، ممکنه پولاتو هدر بدم. تو به هیچ دردی نمیخوری. مواظب باشم. احساس کردم داری مطیع میشی. تو ماشین مراقب باشی نشکنه ها. سرش مارو. فکر این که تسلیم و عذرخواهی جای غرور همیشه گیت رو بگیره خوشحالم میکرد. چه شادمانی حقیری. اومدم بگم هنوزم به درد میخورم. خب اگه اینجوریه بهمون ثابت کن. از چرا میخوای بری؟ سلام. سلام خانم. شما جنس قدیمی هم خرید دارین؟ بله کارمون همینه. کتاب هم میخرین؟ تا چه کتابی باشه؟ قدیمیه، خیلی قدیمیه. چند میخرین؟ خب تا نبینم که نمیتونم به شما بگم چند میخرم. ارثیه خانوادگیه؟ مال پدر بزرگمه. وقت حالا چه خدید میخواین؟ تو رو خدا هرچی میتونیم بیشتر به هم پول بدین. اگه احتیاج نداشتم اصلا نمیفروختمش. خب شما بفهمید چقدر میخواین؟ ۵۰۰,۰۰۰ تومن. شما چی فکر کردین خانم؟ نصف این قیمت هم نمیارزه. چند تا دیگه هم دارم، اونا رو براتون میارم. بیا نه مثلا ببریدش. آقا خواهش میکنم اگه میتونین گرو برداری. خانم من به عمرم از این کارو نکردم. تو رو خدا نذارین التماس کنم، یه کاریش بکنین. من پولشو میدم. تو از کجا میاری؟ تو کشا پول نقد هست، جای حقوقم بهش بده. بفرمایید. ممنونم.
هیچ وقت تو رو اینجوری ندیده بودم. حس شکست خوردن از تو داشت دیوونم میکرد. از اینجا برو بیرون. تو چه جور آدمی هستی؟ تو زندگی چی واسهت مهمه؟ چرا تا حالا بهم نگفتی؟ میترسیدی نه؟ ولی من همه رو میدونم، همه رو خوندم، میدونم چرا از دوستات، مردم، حتی از بابات فراری، چرا افتادی زندون، چی شد که آزادت کردن، چرا همه ولت کردن، چرا تا حالا بهم نگفتی؟ چرا نگفتی؟ ولی من بهت میگم، اگه تو خودتو میخوای اینجا حبس کنی من نمی کنم. از آقای ربیعی هم خواستم واسه نمایش بعدیش تست ازم بگیره. دیگه چی ازش خواستی؟ حتی دلم خواهد. نازنین توف بر من و سکوت من و شعرم، توف بر تو باد و زندگی و شاید. توف بر کسی که چشم به ره ماند، توف بر کسی که سوی کسی آید. شاید که عشق هدیه ابلیس است، اندوه اگر سزای وفا باشد، شادی اگر شکوفه نومیدی است، شاید که مرگ هستی ما باشد. چرا نمیکردی گذرت دوباره این ورا بیفته؟ مگه نه بابا اومدی تحقیقم کردی؟ این مدت چیزی به شما نگفته؟ تو خیلی چیزا. مثلا چرا باید به تو بگم؟ چرا نگی؟ فرض کن ازم خواستی چیزی بهت نگم. تو این مدت هر بلایی خواستی سرش آوردی مگه نه؟ یه ها گذاشت رفت، کتکش زدی یا کم محلیش کردی؟ این از زدنم براش بدتره. فرض کن کتکش زدم که چی؟ فکر کردی چون کلاسش از تو پایین تره هر بلای خاصی میتونی سرش بیاری؟ خب صاحبم که نداره، هیچکی هم نیست باز خاصت کنه. میگی کجاست یا نه؟
صدا تو بیار پایین. با زنت که حرف نمیزنی، خوبه میدونی تقصیر کاری. اصلا خوب شد ولت کرد و رفت، منم هیچی ازش نمیدونم. یالا بفرمید، خوش اومدی. تو از گذشته من چی میدونی؟ تو از یاد داشته من چی فهمیدی؟ فکر کردم دیگه منو یادت رفته. حقم داری، ارث تو گرفتی و رفتی پی کارت. دیگه بابا میخوای چیکار؟ راست میگی، به کل فراموش کرده بودم. چی شد یاد من افتادی؟ این روزا در مورد من با کسی حرفی زدی؟ درد دل کردی؟ کیو دارم باش درد دل کنم؟ اونجا که یادم، آدم دوربر شما زیاد بود. اونا واسه درد دل کردن نبودن. آره میدونم، اونا خوشگذرانی بود. جوانی هر کس مال خودش، مگه مال تو نبود؟ جوانی مادرم چی؟ اون هیچ وقت شکایتی نکرد. شما هیچ وقت پیشش نبودین؟ از کجا میدونین؟ آه من بودم. ولی واسه تو که بد نبودم. وقتی افتادی هلفتونی کی آوردت بیرون؟ رفقای عزیزت که همه خوابشون برده بود. بهت گفتم از سیاست و روزنامه چیزی در نمیاد، ول کنیم بازی ها رو. گفتی خودم بهتر میدونم. تازگی ها اینا رو به کسی هم گفتی؟ مثلا کی؟ زنم چی شما نیومده؟ زنگ گرفتی مگه؟ چند وقته؟ با تو هم چند وقت زنگ گرفتی؟ یک سال میشه. بچه هم دارین؟ بیار ببینمش. بیان پیشم. اگه پیداش کردم باشه. اگه اونم ولت کرده. ای وای، عرضه نداشتی نگرش داری ها؟ صبر کن، هنوز حرفم تموم نشده.
کی برمیگردی؟ باز برگشتم به حیات خلوتت، آخرین جایی که میشناختم. چند روز مریض بودی، اما بعدش هم از اون شروع شوق سابق چیزی نمونده بود. سلام. والا این وسایلی که برده بودم پس بدم. بذارش همونجا. اینم باقی بدهیم به شما. دیگه حسابی با هم نداریم. یه چیزی هم می‌خواستم بهتون بگم. بشنوم. می‌تونم بشینم؟ راستش نمیدونم از کجا باید شروع کنم. انقدر میشناسمش که میدونم به خاطر پول زن شما نشده. خب؟ که چی؟ ببخشید ولی شما از دنیای اون هیچ چی نمیدونی. انقدر ازش دوریم. شما خیلی بهش نزدیکی؟ نه. نه. ولی کاش بودم. اون شبیه اینجا نیست، شبیه شما هم نیست. بهش گفتم خواهد زندگی کردن با یه آدمی که ترسیده و شکست خورده، آدمی که همه دوروریاش ولش کردن به حال خودش، کسی که حتی شریک زندگیش دوستش نداره، چه ارزشی داره؟ تو چقدر شبیه حمید. اون همیشه میخواد از دنیا انتقام بگیره، حالا شما از اون. نمیدونم چه رفتاری کردم که باعث شده همچی فکری راجع به من بکنی. حرفای امروز دون یه ذره باوری هم که به خودم داشتم و شکست. تحقیرت واسه هم آسونه، ولی نمی کنم این کارو، چون دلم نمی خواد کسی همچین کاری با هم بکنه. چرا این رو به من میگی؟ نمی دونستم راحت‌تر بودم. نمی دونم
وقتی به حرفام گوش میکرد ناراحت بودم چرا حرفام باور نمیکنه. الان ناراحتم که چرا اصلا این حرف رو بهش زدم. نمیخوام برای کاری که کردم توجیه بیارم. آدم بدی نیستم. فکر میکردم اینطوری براش بهتره. حقشه که شاد و راضی باشه. فکر میکردم با شما نیست. شاید هم حرف اون درست باشه. شاید هم این وسط من یه آدم خودخواه اضافی هم. ولی حقیقت اینه که منم یکی هم از شما. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. گاهی حقیقت اونقدر زشته که تحمل ما رو نداره. شاید ما اینقدر زشتیم که تحمل حقیقت رو نداره. پاکیت اونو خورد و خفیف کرده بود. با اعترافش میخواست جوان مردیشو نشون بده. اما این مهم نبود. حقیقت این بود که تو دیگه از من متنفری و همین نگرانم میکرد. حالت بهتره نازنی؟ یا همه چیو عوض کنیم. چیو؟ بریم یه مسافرت دور. کجا دوست داری بریم؟ جاش مهم نیست. دلم میخواد تنها برم. فکر کردم منو گذاشتی با حال خودم. حق با توه. قبل از اینکه با تو آشنا بشم همه منو گذاشته بودن کنار. هر جا میرفتم بهم میگفتن ترسو. من هم همه اونا رو گذاشتم کنار تا اینکه با تو آشنا شدم. گفتم یه رفیق پیدا کردم که اگه بخواد بشه زنم بس خودم تربیتش میکنم. من نمیخواستم مرموز باشم. متوجه میشی چی میگم؟ فکرشو نکن. دیگه تموم شد. میدونم خیلی به سخت گذشته. میدونم دیگه تا آخر عمرم هیچی ازت نمیخوام. فقط اجازه بده یه گوشه بشینم و خوب تماشات کنم. قبوله؟ هنوزم عشق میخوای فخیمی؟ تو چی؟ تو نمیخوای؟ عشق خواستنی نیست.
دارم میرم. به سلامت. تو چیزی از بیرون نمیخوای؟ نه. میرم بیتار میگیرم و زود برمیگردم. باشه. شما که اسمم را در خیابان رها کردید، آن باران بی پایان را عدس نزدید، چرا به من امید زنده ماندن میدهید؟ در شب این گونه تیره بر من لباس سپید میپوشانید. عروسان مردند، من وارث لباس های سپید هستم. در دست چه دارم؟ بازم به شعر میخونی؟ آره. میخوام بشنوم. باشه، وقتی برگشتی. باش. حس کردم به زندگی برگشتی. حالا نوبت منه که روی عاشقمو به تو نشون بدم. خواستم موقع برگشتن غافلگیرت کنم، بگم که دیگه یکی از جنسای مغازم نیستم. برمیگردیم با همه کار تازه را میندازیم. هرچی تو بخوای. با تو گریزان از تو، چون لک ابری بر فراز سرت، نوشته‌ای بر دیوارت،
جاده‌ای که بر سینه‌اش پا گذاشته ای و چاهی که بلعیدن واپسین قطره اشکت را انتظار می‌کشد.